أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حسین ابن علی علیه السلام 10 سال بعد از برادر در زمان معاویه میزیست. همون برنامه امام حسن رو در این 10 سال اجرا کرد تا معاویه از دنیا رفت و یزید شروع کرد به بیعت گرفتن. حسین ابن علی حاضر به بیعت نشد. حالا داره معما حل میشه. مردمی که منافق بودند وضع اسلام رو دیگرگون کرده بودند. اینها رو با کشتن نمیشه حل کرد. اگر شما همه منافقا رو سر ببرید دوباره جوش میزنه. باید از ریشه در بیاری. فرق است بین این که بکشند یا کشته بشند. وقتی امام حسین شهید میشه انقلاب نفاق را از ریشه در میاره. اگر امام حسین 100,000 نفر رو اعدام بکنه از این درخت 100 شاخه رو بریدن، جهاد مال، زکات مال بدر کن که پوزله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. میگه زکات تو بده، درخت انگور شاخهای زیادی شو که میزنن انگور بیشتر میده. وقتی شما منافقین رو اعدام بکنی بیشتر انگور میده. شاخاش زدی بریدی از پایین جوش میزنه. حسین ابن علی این کار نکرد. حسین ابن علی یک برنامه ای تأسیس کرد که نفاق رو ریشه کن کن. این انسان شناسیه. اما چرا این کار رو امام حسن نکرد؟ چون طرف معاویه بود. فرق معاویه و یزید چیه؟ یزید عصبانی است، از رو عصبانیت کار میکنه. معاویه از راه خودش برمیاد، از راه نقشه تر و برنامه وارد میشه. جریان زن عبدالله السلام رو شنیدی؟ این جریان رو نگاه کنید، تفاوت یزید و معاویه رو میفهم. یزید در اوج جوانی و طبع شعر داشت و
عاشق پیشه بود. زنانی هم هستن، مردانی هستن وقتی تو جلسه میگساری و اینا میشینن، ای زن مردم رو دیدن خوشگل بوده میان میگن که تو هستن، هر که هرچی خوشگل تر دیده اوصافش و خصوصیاتش رو میاد میگه، هیچی دیگه از خوشگل تر میاد تعریف میکنه. از این اخلاقا آدم های اراذل اوباش دارن. رفیقای یزید ابن معاویه هم از این نوعا داشت. هیچ که آمد که رو دست همه اینا ما از مدینه برد یه خبری آوردم، یه تکه اونجا قدش اینجور، کمالش اینجور، رفتارش اینجور، سیماش اینجور، چشمش اینجور، حالا یا زنها براش تعریف کردن یا خودش یه جای رفته نگاه کرده. بعد گفت این کیه؟ گفتن زن عبدالله سلام. حالا یزید ندیده عاشق شده. شب و روز از عشق این زن ندیده اما تعریفش کردن بیمار شد. طبیب بالای سرش آورد. طبیب متوجه شد این مشکل روانی داره. محرمانه به عشق به من بگو حقیقتشو. عاشقی؟ گفت بله. رب به باباش گفت. گفت چیه موردش؟ یزید نظرش این بود این لات و لوتای که اطرافش هستن یه درو مسلح کنه بپرسه مدینه، بیرزن تو خونه عبدالله السلام این زن و بدوزن و بیارنش تو شام. این نقشه یزیده و میخواست این کار بکنه. معاویه با یزید صحبت کرد، گفت تو زن عبدالله السلام نمیخوای، من این بهت میدم اما یه شرط داره، این رفیق رفقات دنبال کسی نفرست، اینا رو ای بر او بر نفرست مدینه و اینا، از این راه نه. یزید قبول کرد. معاویه نقشش شروع شد، به استاندار مدینه گفت اینایی که پیش ما میان صله و جایزه دارن دعوت کن تعریف کنن، مردیست به نام عبدالله السلام، برای اینم نقل کنن جوایز. بعدش ایشان درخواست ملاقات با من میکنه، تو تجهیز سفرش کن و بفرستش پیش من. همه این کارات صورت گرفت. عبدالله سلام هم عازم دمشق شد، تجهیزاتش هم استاندار تعیین کرد. اونجا تهذیب و ترهیب زیادی از عبدالله سلام کرد، منزل مستقل، امکانات، همه چی، و اینم در مجلس بالا دست میشد. بعد به عیادی گفت که بهش بگن دختری معاویه در خانه داره، خواستگار زیاد آمدن، نداده، شما بخوای به شما میده. ایش رو هم درخواست کرد، به دختر آموزش داد که وقت عقد از ایشون سوال کن همسر دارید یا نه؟ سوال کرد، گفت شما همسر دارید؟ گفت بله من همسر دارم. گفت نه من زن دوم کسی نمیشه. یادش دادن بگیم اون همسر مشکلش حل میکنم، طلاق میدم. اعلام کرد، گفتن خیلی خوب،
طلاق نامتو بنویس، طلاق بده، پیک میبره اونجا ابلاغ میکن. طلاق نامه رو ایشون نوشت، دادن پیک، خواستگاری رو هم معاویه از زن عبدالله سلام بعد از طلاق داد به این پیک ببره. این پیک آمد در مدینه. قبل از که بره سراغ زن عبدالله سلام، گفت یه سلامی هم ما خدمت نوه پیغمبر بکنیم. آمد خدمت امام حسین علیه السلام. حضرت گفت چه خبر؟ برای چه کاری آمدی؟ یه رو دستی به ایزد. اینم صاف پاک. و عبدالله سلام خانمش طلاق داده. این طلاق نامش. معاویه هم خواستگاری کرده این نامش. آمدم این ابلاغ کنه، خواستگاریش کرده برای یزید. مومن گفت، حضرت هم یک کلمه گفت. گفت حالا که میری به خانم عبدالله سلام پیام را میدی، بشم بگو من هم ما هم خواستگار. ما هم یه از خواستگار رو شد. بنده خدا از همینجا بی خبر خیلی عادی آمد به خانم عبدالله سلام اعلام کرد این طلاقنامه شماست، اینم خواستگاری معاویه برای یزید پسرش. ضمناً حسین ابن علی گفت منم خواستگارم. این خانم همین محکم گرفت، گفت من عروس پیغمبر میشم، عروس معاویه نمیشم. هیچ. این پیک دست از پادراستر برگشت. گفت اینجوری شد، رفتم ایشون به من اینطوری گفت، منم ابلاغ کردم خواستگاری شما رو، ایشونم گفتم، ایشون دیگه او رو پذیرفت. الان دیگه عقد شده و در عقد حسین ابن علی است. بیچاره عبدالله سلام این مسئله که رسید گفتن آقا مسئله به هم خورده. که میگن ضرب المثل از یار وا شد به دوستم نرسید، زنشو از دست داد، دختر معاویه هم گیرش نیامد، ضرب المثل شده از یار وا شد به دوستم نرسید. برگشت آمد مدینه، حضرت پیک فرستاد سراغش. من خانم شما را ندیدم، دست خانمت بگیر برو. طلاق دادی، عقد مجدد کن. با خانمش گرفت بود. من اینو برای این خاطر گفتم که ببینی فرق یزید و معاویه در نیت فرقی ندارن، در هدف فرقی ندارن، در روش متفاوته. معاویه از راه نقشه وارد میشه، حسین ابن علی باید صبر کنه. یزید از راه زور و قدرت وارد میشه، حسین ابن علی باید بهره برداری کن. حالا میخواد از دیوانگی یزید بهره برداری کن. چه کار کرده؟ همین که زن عبدالله سلام از چنگش در آورده، بزرگترین کارشو کرد. فهمید چه کار کرد؟ حسین ابن علی با یزید عشقشو ازش گره، یزید دیوانه شد. اول طرفشو دیوانه کرد، بعد با زن و بچه آمد جلو. این کارها جنون آمیز بود. همه برای جایزه و سله این کار میکردن. اون هرمله هم که تیراندازی دقیق میکرد
برای جایزه جلوی علی اصغر رو نشان رفت. حسین ابن علی علیه السلام صحنه ای درست کرد، تابلوی درست کرد که درش انسان و انسانیت در کمال وضوح جلوه کنه. یک طرف عقل و نور انسانی، یک طرف جهل و غرور انسانی، مجموعش میشه یک انسان. عزیزم، شما که لعن و سلام میخوانی برای زیارت عاشورا، طرف لعنت تو خودته، طرف سلامت هم تو خودته. میدونید طرف لعنت تو خودت یعنی که جاهل رو لعن میکنی، یعنی جهل خودت هم یکیش، و عاقل رو بهش سلام میکنی، عقل خودت هم یکیش. این لعن و سلام مصرف داخلی خود انسان داره. وقتی شما جهل رو اونجوری بهش برخورد کردی، دیگه به خودت اجازه نمیدی عملیات این جهال رو تو زندگی خودت تکرار کنی، اصلاح میشی. وقتی تو کار هرمله رو رد میکنی، دیگه کار هرمله رو تکرار نمیکنی. جهل درون خودت رو ریشه کن میکنی. این برنامه نفاق رو ریشه کن کردنی حسین ابن علی است. حسین ابن علی مسئله رو در درون انسان حل میکنه. جنگ جهل و عقل در درون همه ماست. به همین دلیل میگی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. آقا جان من که اینجا تو مسجد تو این محل نشستی، الان هم عقل و نفس تو، عقل و جهل تو در حال پیکارند. به حسین ابن علی کمک میکنه به عقل انسان که در کشتی با جهل بتونه جهلش رو پشت جهلش رو به خاک بکشه. میدونید تو کی پشت جهلت رو به خاک میکشی؟ وقتی از گوشه چشمت یه اشک میاد. اون موقعی که برای امام حسین اشک میریزی، پشت جهلت رو به خاک نشون و عقلت رو سینه جهلت نشسته. چطور وقتی انسان عصبانی میشه، یه حرکت حرف ناجوری میزنه، اون موقع جهلش رو سینه عقلش نشسته. وقتی انسان یه فحش از ذهنش در میاد، جهلش رو سینه عقلش نشست. وقتی انسان یه دروغی میگه، یه ناروایی میگه، وقتی انسان نگاه به زن نامحرمی میکنه، در همه اینا جهل انسان
پشت عقلش رو به خاک رسونده. حسین ابن علی آمد، ابلاغ زبانی جدش و برنامه عملیاتی مبارزاتی او رو وارد درون انسان ها کرد. حسین ابن علی جنگ رو به داخل انسان ها کشید. وقتی جهل داخل انسان ها شد، دیگه مربوط به سال 61 هجری تنها نیست، سال 62 هم همین دعوا ادامه داره. هر وقت محرم میشه دوباره جنگ عقل و جهل شروع میشه و این صحنه ها رو منبری مداح بیان میکنه و اشک میگیره و یه تجدید اسلامی میشه، یه بیعت مجددی با رسول خدا میشه. ببین حسین ابن علی برای همیشه تاریخ، امام زمان علیه السلام هم که میاد سوگواری تعطیل نمیشه. امام زمان صاحب مجلسه، مینشینه جلسه سوگواری میگه و برای جدش گریه میکن. حالا تا هم اومده تو این جلسه سوگواری، الان با چشم دلت میبینی حالا نمیدونم، هنوز به اربعین نرسیده، نمیدونم اهل بیت عصمت و طهارت در راه برگشتن از شام، دقیق نمیدونم، نمیدانم هنوز تو خرابه شامه. تو این خرابه میدونی چه جوری بوده شبش؟ از اینا پرسیدن بعد از که برگشتن، خب شما مصیبت زیاد دیدی، کربلا، کوپه، بین را بریشتن، کدامش خیلی بهتون سخت گذشت؟ جواب داد از شام، شام، شام. کجای شام؟ نمیدونم کجا اینجوری میگه شام، شبهای خرابه رو میگه. یا تو بازار شام رو میگه، یا وقتی که چراغانی کردن شهر رو، اینا از وسط چراغانی ها عبور کردن، یا وقتی که 18 سر رو از بستگان اینا سر حسین ابن علی جلو این سرها رو دارن میارن. نمیدونم این کجای شام رو داره میاره، یا وقتی این در این تشت طلا سر آقا زیر میز یزید رو صندلی نشسته چکمه به پاش چوب خیزران در دستش. صبح شطرنج رو میزه، صبره شطرنج رو کشیده رو سر،
این صحنه ها رو اهل عالم میبینن، اینجور میشه بیان. این بیان جدید انشاءالله فردا شب هم در خدمتتون تکمیل این بحث رو بکنم و یک نتیجه ای بگیرم. نکته ای هم در آخر بحثم به شما میگم. شما تو زیارت جامعه میگید انفسکم فی النفوس، یعنی این که شما رو دوست می‌داره، شما تو دل این دوستدارتون هست. از این جهتی برادری که بغل دستت نشسته حسینیه، زیارتش بکنی، زیارت امام حسین. خدایی هم هست، من زار اخاه المؤمن که من زار الله فی عرشه. شمایی که گریه ای کردی پاک شد، حالا بیا یک کار بکن. این برادر دینیت این دوازده امام رو دوست می‌داره، فاطمه رو هم دوست می‌داره، رسول خدا رو هم دوست می‌داره، همه اینا توش هستن. وقتی زیارت ندیدی زیارت حضرت معصومه که میکنی میگه السلام علیک یا رسول الله؟ چرا؟ چون انفسکم فی النفوس، پیغمبر تو حضرت معصومه است، فاطمه دروس، علی دروس، چون اونا اینجا هستن سلام به همه جون میکنی، چون انفسکم فی النفوس ارواحکم فی الارواح. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين.